سلام و خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه حاضران و دوستانی که از گوشه گوشه دنیا امروز با من داریوش محمدپور در لندن هستند که میزبان شما هستم و امروز سخنان استاد دولت خدا نظر را از مسکو خواهیم شنید. همچنین عید نوروز را به همگی شما تبریک عرض می کنم. احتیاج به مقدمه بسیار طولانی نداریم. دوستان کسانی که در جلسه حاضر شدند با بیوگرافی استاد دولت آشنا هستند و شما را حواله می دهم به خواندن بیوگرافی ایشان. استاد دولت دانشور، مورخ، سینماگر و هنرمند تاجیک هستند و ایرانی ها علی خصوص احتمالاً با کارهایی که ایشان در زمینه فیلمسازی و ساختن فیلمهایی درباره شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی انجام دادن شاید آشنا باشند. بدون اینکه وقت را بیش از این من بگیرم، زمام سخن را می سپارم به استاد دولت برای اینکه سخنانشون را ارائه کنند. یادآوری می کنم که یکی دو قطعه از فیلم های استاد دولت هم پخش خواهند شد که به موقعی که من اشاره کنند نشان خواهم داد. بی هیچ فوت وقتی من زمام سخن را می سپارم به دست استاد دولت. استاد دولت در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. تشکر که این واخره را شما تشکیل کردید. ما امکان داریم با هم فرهنگان خودمون از نزدیک شناس شویم. منم می خواهم نوروزتان را مبارک بگویم. در شغنان می گویند که شاگون بهار مبارک، و جوابش برای این بر روی شما مبارک. از همه عجیبش اون است که وقتی که کلمه نوروز رو در شغنان یعنی استفاده نمی بردن در گذشته، می گفتن دیدی بزرگ، اید قدیم، خدیر ایام، لیکن بی واسطه وقتی که به خانه می در آمدن تمین نه زبان فارسی را استفاده می بردن و می گفتن شاگون بهار مبارک، بر روی شما مبارک. من خردسال بودم، 11 ساله بودم وقتی که اویله ما از شوران از بدخشان به ستالین آباد، اون وقت نام شهر دوشنبه ستالین آباد بود، این سال 1955 خیلی وقت گذشت از اون بازگشت از وطن. و از بس که 11 ساله بودم، من اونقدر خواهش رفتنم از وطن نداشتم و همیشه در دلم، در حسیاتم مهر به وطن بود و هست و موند. و وقتی که من سال 1958، اون وقت 14 ساله بودم، با کیناستودیا به صفت یاردمچی اپیراتر تابستون 3.5 یا 4 ماه کار کردم. من یکان تصوراتی در باره سینما، در باره کینو نداشتم، لیکن خوشبختانه اون نفری که من یاردمجه بودم خیلی آدمی انسان، خیلی آدمی عجیب بود و در جنگ اشتراک کرده بود و از جنگ برگشته و به اینستیتوت کینماتوگرافی داخل شده. در فیلمی، یک فیلم خیلی نامی روسی، من اکنون نمیدانم به زبان فارسی چی نام دارد، او در فرانسه بار اول در کان یعنی سال 58 مکافات گرفتند. در همون فیلم اپراتور دوم بود و بعد انا به تاجیکستان آمد و
درباره ابو عبدالله رودکی با رژیسور یعنی مؤلف کارگردان این فیلم کیمیاگرف بود. شخصیتی همون آلانوفسکی برای من خیلی و خیلی با من خوشم آمد و من این راه را نه از نقطه زرهون انتخاب کردم که برای من سینما خوشم آمد. با من خودی همون کسی که همین کار کرده بود و من یاردم چش بودم همین راه قطعی یعنی من حرکت کردم. به انستیتوت کینماتوگرافی داخل شدم در سن 16 سالگی و در سن 20 سالگی لازم آمد از برگشتن به تاجیکستان که فیلم دیپلمی را گرفتم. یک بار امکان نشد لیکن من پیشکی تیاری دیدم که این فیلم را باید در وطنم بگیرم و خواستم که فیلم را درباره نوروز جشن نوروز لیکن عیناً همین فبراری سال 1966 یعنی 55 سال پیش ما در طول زیاده از یک ماه نتوانستیم از دوشنبه پرواز کنیم با خوروخ. ما گروه مایده بودیم 3 نفر و غیر از این خواستیم با ماشینه این راه ها هم بند بودند. خلاصی گپ وقتی که ما آمدیم به بدخشان نوروز علیکای یعنی گذشت ما به فکرم 10 روز پس از نوروز آمدیم اولوی اپریل سال 1966 لیکن من نمیخواستم که نقشم چنین بود که من باید در یکان کشلاق نوروز را اید میکنند همون را بناور بگیرم نه اینکه این کار سنی تشکیل کنم و من مجبور شدم که از نقشه نوروزگیری دست کشم و در یکی از کشلاقات جای گرفته مردم بگذار با ماشینان شوند و کمی حیاتشون رو یعنی عکس برداری کردیم و در همون وقت یک خیشم فرزند زایید و گرد و اطراف همین فرزندش یعنی عید کردند مبارک باد کردند و فیلم یعنی نام گرفت الله به زبان شانونی للایک به فارسی الله و من این فیلم رو بردم به مسکو دیپلومم را دفاع کردم خوب قبول کردند بهای اعلی موندند لیکن چند ماه پس روبریت تاجیکستان فیلم را دید و خیلی و خیلی ناراضی شدند که این فیلم یکان نشانه پیشرفت حکومت سویت را نشان نمیدید و قصه گپای بیدرک راست من کمی پیش بینی کردم که ممکن مشکلاتی پیدا می شوند و برای همین متن فیلم چنین بود که ما یعنی می گفتیم چرا ما این خیلی فیلم رو می گیریم همون متن مخصوص برای همون سنسور برای اونایی که می توانند راه رو بند کنند نوشته شدگی بود. فیلم رو بستند. من یک وقت معین بیکار موندم و نسخه ها رو نیست کردند و عجیب است منم نسخه نداشتم و عجیب عجیب اون است که
یک کسی به نام نامش پاهولا در یوتیوب انا همین فیلم رو با سوبتایتل انگلیسی مونده است و من این 4 سال پیش بود که من 2 سال پیش این را دیدم این یوتیوب نشون میدهد که 4 سال پیش همین فیلم لکای در یوتیوب جایگیر شدگی بود از طرفی همین خانم پاولا. من دو سخن نوشتم که برای شما تشکر که این فیلم رو دویم بار برگردوندید به حیات، لیکن جواب نگرفتم و فکر میکنم برای من عجیب بود که وای از کجا نسخه رو یافت است. و یک چیز دیگر که در طول 4 سال 680 چند نفر فیلم رو دیدند، راست گپ کمی علمم اومد که این فیلم رو برای کسی که فیلم رو میسازد و من راست گپ در حیاتم پیش از گرفتن این فیلم تیاری زیادی دیده بودم، نه اینکه مخصوص برای تشکیل برای این فیلم، لیکن از 15-16 سالگی با علم هایی که اوید به اتنوگرافی اتنولوژی شغنان و بدخشان کار میکردن، من با اونا هم صحبت میشدم، کتاب هایشون رو میخوندم، قریب همش رو میشناختم و یعنی ننگ بیوسته با تیوری به این فیلم که از فرهنگ وطنم خبردار شوم. لیکن این فیلم یعنی تفلکی اولی فیلم بردار خود و نظرف بود و وقتی که فیلم رو روش بستند و رو پالو انداختند، نسخه هاش رو نیست کردند، این حیاتی من رو هم یعنی دیگر ساخت. اون حیاتی که من از سر گذراندم، این خیلی انامین روی بستن این فیلم سببگر شد، یعنی نقطه نظرم هم دیگر شد، فکر درباره آزادی هنر و آزادی سخن و او کزا همین چیزا یعنی روح هم رو دیگر طرف. برای این من پیشنهاد میکنم که ممکن در اول ما با اون نفرهایی که امروز جمع شدن همین فیلم رو نشونتیم و بعد این فیلم خیلی کوتاه کک 10 دقیقه مگی. Памир, вот она, твоя родина, малыш. Послушай, я расскажу тебе о твоем кишлаке. Высоко-высоко в горах, в стороне от больших дорог, затерялся он. Маленький, всего 33 дома до мельницы, точно далекая крошечная планета. Природа здесь скупа и сурова, но люди умеют с ней ладить. Привыкли делать своими руками и одежду, и обувь, и дома. Попробуй-ка, убеди стариков, что можно жить иначе. Ведь из поколения в поколение, из века в век передаются обычаи. И хотя новая жизнь многое принесла на Памир,
старые люди по-прежнему сохраняют ремесла предков. Последние обороты делает древний мельничный жернов, но уважение к рукам, которые сделали его, живет до сих пор в этом старинном обряде приветствия. Руки людей, они в постоянной работе, в постоянном противоборстве с природой. Горы не терпят праздности. Земли в горах очень мало, не развернуться здесь трактору. Вот и приходит на помощь пара выносливых верных быков. Нелегок здесь труд земледельца. Но еще труднее уйти отсюда, оставить близкое небо, родной очаг, праздники. Твой приход в этот мир, малыш. Родился человек, возвещает Дойры. Родился человек. Издалека приходят люди, чтобы приветствовать тебя и принять в свою семью. Thank you.
Пройдут годы, ты вырастешь, тебя позовет большой мир. Может быть, ты уйдешь вниз или поднимешься выше Памира. Но навсегда сохрани любовь к родным горам и к людям, среди которых пройдет твое детство. خب میشنه تو از ما فیلم رنگا بود زیبا بود این نسخه سیاه و سفید و خیلی کهنه شده است لیکن از نبودنش همینش هم یعنی یک نشانه مونده است از اون گذشتگان که 55 سال گذشت بعد از بنقشه گرفتنش اکنون یعنی کسایی که باری از تاجیکان بدخشان خبر ندارند یعنی این فیلم رو دیدند اکنون یک تصوراتی هست و من میخواهم بگویم که ما گروه های گوناگون ایرانی در گذشته 2500 سال پیش 3000 سال پیش ممکن ما هم کوچمنچی بودیم یعنی حالا خیلی دشوار برای ما و شما فکر کردن که ما هم در یک جا زندگی نمی کردیم زمین قطعی کاردار نبودیم و می کوچیدیم با جاندارای خودمون و گفتن لازم است که اگر به خریطه دنیا نظر اندازید از سیبیر یعنی این از تاجیکستان به طرف شرق خیلی و خیلی خیلی دور اونجا هم یعنی اون قبیله های ایرانی بودند که اونا را ساک ها می گفتند ساک یا به زبان انگلیسی قبول کردگی سکیثین و اگر مثال شما با رمزهای دولتی قزاقستان نظر اندازید این رمزها زیادتر با فرهنگ و گذشته انامون ساک ها رابطه دارد یعنی بیواسطه قزاق ها با اونها یکان رابطه ندارند لیکن زمینی که حاضر قزاق ها در اونجا زندگی میکنند یک وقتا ساک ها هم در اونجا زندگی کردند. چرا من با این چیزا را به شما یکایه می کنم و می خواهم یاد رسان کنم که یعنی این 70 سال پیش حالا ما خودمون رو تاجیک می گفتیم یعنی موی سفید من از اونو وقتی که بار نخست با مکتب رفتم 6 ساله بودم سیف با معلمه بیرون از مکتب زبان شونونی گفت میزد
وقتی درس یک زبان دیگر و من خانه آمدم پرسیدم از مادر کلانم ما کیم و کی هستیم و گفت که ما تاجیکیم ما تاجیکیم گفتم ما تاجیک باشیم اونها کیند و من نشان دادم طرفی خوروغ یک کوهش در طرف افغانستان یعنی اون طرف ها و گفت که اونا بدخی هل قصه خودمون توجیک می گفتیم دیگر توجیک های فارسی زبان پرسگو می گفتیم یعنی مقصد این گپایم چنین است که ما همه خیش تبار هستیم با هم رابطه فرهنگی خیلی زیاد داریم لیکن گوناگون رنگ هستیم و از آنجا از نقطه نظر زبان حالا من یادرسان شما را کردم که ما کوچمنچی بودیم برای طایفه هایی که می کوچیدند حیات زندگی همیشه دیگرگون زمستان یعنی اونها با آتش برای اونها خیلی و خیلی هم مهم بود و این برای کل انسانیت فرقی ندارد او در آفریقا پیدا شده است یا در امریکا یا در آسیا آتش خیلی و خیلی مهم بود برای انسانی که بار نخستین با دست خودش آتش را آفرید. نه آن آتشی که از آسمان می آمد، نه آن آتشی که تصادفی می آمد و می توانست دنیا را جنگل ها را نیز کند. اون آتشی که بار نخست انسان توانست با دست خودش پیدا کند. انا این یک چیزی که برای فرهنگ آریان نجات خیلی و خیلی هم مهم است و اول وقتی که آتش را پیدا کردند یعنی برای اون که آتش خاموش نشود گرد اطرافش کوشمنچی ها سنگ ها را میموندند آهسته آهسته یعنی یک چیزی که بعد در آینده تندور یا دیگدان یا جو آتش جو در خانه یعنی اول در بیابان در بیشزار بی خانه پانه نبود بعد پیدا شدند یعنی این خانه های موقتی اون چیزایی که حالا کوچمنچی ها دارند و وقتی که خانه رو ممکن اونایی که بار نخستین خانه هایی که حالا در بدخشان هستند همین نمونه خانه ها را نه فقط باباهای ما ساختند در دیگر منطقه هم خانه های مانند ساخته بودند لیکن ما و شما باید گرد اطراف اون خانه هایی که با ما باقی موندند در کوهستان بدخشان و این از دیگر نقطه نظرم مهم است چون که اون چیزایی که به ما تا ما رسیدند از بس که این طایفه شغنی و روشانی و وخی اشکاشمی در بین کوه ها زندگی کردند حالا با تیاره هواپیما با ماشین ها می توانند اونجا حرکت کردند لیکن در حالا 100 سال پیش این خیلی و خیلی خیلی مشکل بود و حیاتشون در محیط اونجا حیاتشون خیلی و خیلی مشکل بود و البته خانه رو که ساخته بودند این خانه ها موافق بودند با طبیعت این دیار و
Aksi avalinro nishontim ki ana in dodaram Munawar Mohammad Nazarov kashidagi tahmin 150 sol pesh dar okhre asre 19 khona mumkin ana mikhil naqsha dosht va agar shumo rost bubinid unjo otashdon va dig dar boloi otash va bubinid in khona ro sokhtan kor oson nabud yani uno metavonistand tirizaho ro dar palu dar divor misol tiriza kushoyan bad dar davri zimiston ro taxtabandi kunand lekin in kora nakardan bubinid tirize yakhu yagona in dar bomast va in tiriza yani muhimish onas ki otash در فرهنگ ما یعنی این رمز آفتاب در زمین است برای همین روشنایی نور آفتاب بواسطه باید از هوا از آسمان به خانه درآید و گفتن لازم است که در هر یک خانه میدانستند که آنامون برابری شب و روز که در عید بزرگوار در نوروز می آید در کدام جای این خانه کدام دیوارش یا کدام کنج و برجش آفتاب با اونجا می رسد این نشانه اون بود که انا عید نزدیک شده است اون وقتی که من تیاری دیده بودم برای گرفتن فیلم در باره نوروز یعنی اون وقتا در منطقه‌های گوناگون نوروز رو گوناگون رنگ فرق داشت این معنی ندارد که در کل قشلاق‌های بدخشان همه یخیله نوروز رو عید می‌کردند مثال در روشان ممکن حالا هم بعضی عنعنه‌های قدیمی ماندند و عید رو سر می کنند از آخری می گویند چله زمستان یعنی در آخری ماه جنوری علکی مرحله اولینش سر می شود بعد مرحله دومش بعد از یک ماه بفکرم یا 22 روز و همین قطعی تا همین نوروز که ما و شما حاضر می شناسیم میویند و اید میکنند چرا اونا این کار میکردند این یعنی برای انسان هایی که در محیط خیلی و خیلی مشکل کوهستان زندگی میکردند آمدن آفتاب این یک امید که از مرگ و از گرسنگی و از حیات خیلی مشکل اونا یعنی به یک مرحله رسیدند که نویگری می آید چرخ فلک زندگی می آید روشنی می آید گرمی می آید و وقتی که چله زمستان آخر ینوری تمام شد می گفتند دیگر ما از خطر دور هستیم و کسی از در کوی و در بیرون در یکانجا از خنکی و از سنگ و از مشکلی زندگی نمی میرد یعنی این وابسته بود با حیات زمینکاری و زراعت همه یعنی برای همین احترام
secde-i nun. ببینید اگر مو مقایسه کنیم فرهنگی مو و شما مو نون رو سجده می کنیم نون رو نمی مونیم که نون سری در زمین نون پختگی سری پا باشد اون رو البته می برداریم اون رو بوسه می کنیم عذری از خداوند میپرسیم که نان انمی خیلی بیرون افتید است. حالا هم اگر من در کوچه نان رو میبینم بسیار خیلی نراحت میکنم. و زیاده از چیل سال پیش من در بغداد دیدم که در بغداد یعنی در عراق در منطقه عرب نشین مسلمان کسی نان را خورد و نگاه نکرده او را پرتافت و برای من این بسیار در تعجب غلطیدم و گرد اطرافم دیدم نانی پرتفتگی رو زیاد دیدم. یعنی ببینید از این نقطه نظر ما و شما زیادتر مثال با روس ها با سلاویان ها رابطه فرهنگی داریم. اینان در روسیه در روسیه هم نان رو خیلی احترام میکنند. لیکن این رابطه ما و شما با روسیه این نه فقط این رابطه تصادفی است. گپ در اون است که زیاده از هزار سال سک ها یعنی از روی شاهنامه فردوسی تورانی ها اونا در سرزمین روسیه زندگی میکردند و این انانه ها ممکن از زمان دوره باقی موندگی. لیکن برگشته به این عکسی که ما و شما حالا میبینیم باید گفت که این خانه باید چیز مرده نباشد. یعنی خانه از نقطه نظر باباهای ما او باید جان داشته باشد. او باید یک چیزی که خود به خود یعنی حیات خود دارد. برای همین وقتی که میگویند که روسا میگویند مثال روسا میگویند که او برگشت به خانواده یعنی به خانهش برگشت. خانه را در نوبت اول روسا کلمه اوچاگ استفاده میبرند که کلمه اوچاگ به واسطه ان همین جایی که آتشدان است. برای ما جای مهم چه جایی هست و چی باید کرد که این خانه ساختگی جان بگیرد؟ چونکه اولا در خردسالی من وقتی که شما به خانه همسایه می رفتید یا به خانه دیگر در یکان کشلاق یکان کس را می گفتید به خانه می آمدید در را می کشادید و در خانه یکان کس نیست شما باید به پیش شاسوتین بیایید. اولا اون که در خانه یکان کس نیست شما شاسوتون را باید آغوش بگیرید و با شاسوتون سلام کنید. فقط بعد از این شما باید از خانه براید. اگر شما با شاستون سلام نکردید و شاستون رو آغوش نگرفتید این خیلی و خیلی بی ادبی بود و زیان بود. یعنی گذشتگان شما رو تشکر نمی گفتند. لیکن در نوبت اول جای مقدس این البته آتشدان
Ve vakti ki man yakşan solpiş ve Asitya raftam ve Asitya in dar Kafkaz toyfeyi eski unuham ironi hastan zamanı şun fark dorad dine şun ziyote şun Christian payravoyu iso peygamber hastan lekin yak sifoyu zazuno musulman hastan musulman sunni mazhab lekin ham onoye ki musulman hastan ve ham onoye ki Christian hastan اونو گذاشته خودشون خیلی احترام میکنند و با من پیشنهاد کردند که جایر با من نشون میدهند که اون در گذاشته یعنی انا همون رابطه داشت با با, با, با دین و مذهب اونا و وقتی که ما در اومدیم با اونجا اونا اتشدانشون حالا باقی موندگی از اون دوره ای که اونا کوچمنچی بودند یعنی او را با آسانی می توانند بگیرند زنجیربند بود با زنجیرها بستگی و آویزان کردگی و در پایانش آتش می مانند یعنی وی با آسانی گیرد و او را عیناً خیلی که ما در خانه خودمون به خانه اگر مثال کجای رفتیم سفر داشتیم و از سفر برگشتیم به خانه و ما باید سجده کنیم منمون آتشدان رو سرخم کنیم بوسه کنیم عینن اون آسیتینا هم عینن همین کار کردند بعد از اون که این کار را کردند اونا یک ستونچه اونجا بود اون ستون را خیلی که ما آغوش میگیریم اونا هم آغوش گرفتند و من خودم تماما نادون نشون دادم و گفتم که این شما خیلی این آتشتون این را سجده کردید فهم و اوائی ستون چرا شما چرا این یک آغوش گرفتید و بوسه کردید بعد اونو ناراحت با من نگاه کردن گفتن این فرشته در دونش فرشته این جا این در همین ستون جایگیر شده گی ببینید بینی Asitya ve Tojikistan in خیلی و خیلی خیلی دور است. ممکن 2500 کیلومتر است. ممکن 2500 کیلومتر دور است. این آنانهای فرهنگی عیناً ما با آسیتی ها هیچ وقت یعنی در طول 2500 سال یکون رابطه های نداشتیم یعنی انامین چیزا پیش از ممکن پیش از زردشتی موندگی انامین تو یعنی تو به نزدیکی نرسیدگی و اکنون ببینید باز یک چیز دیگر من میخوام شما رو نشون دهم که این خونه که حالا امروز مانا در ما اکنون انا خانهایی که امروز در بدخشان داریم انا انایمین رنگ و نوار دارند ببینید خیل همه چیزش زیبا است لیکن چیزی گم شده است
چیزی که اگر شما از این خانه سفر دور رفتید و سفر برگشتید از مشکلات برگشتید اومدید شما تندور و آتشدان رو در این خانه نمی بینید. آن اینش مثال برای من این یک چیزی که چیزی خیلی و خیلی مهم رو یعنی ما نتوانستیم دفاع کنیم و در خانه های خود داشته باشیم. من نمیگویم که در خانه باید مثال نون پزند یا تندور باشند یا آش و پلاو پزند، لیکن یک رمزی آتشدان با آتش زندگی باید میموند. باید میموند. اکنون باز برگردیم به اون عکسی که پیش نبود. بله، یعنی آدم قدیمی حیاتش رو مرکب نمی ساخت، یعنی اون وقت تو او باید عضو طبیعت می بود. برای همین آب و هوا و آفتاب و آتش و زمین را سجده می کرد. اون چیزهایی که این چهار چیزی که حیات را به انسان می بخشند. و انا ببینید در اینجا در درون این خانه آتشدان و برای من در خردسالی عجیبشون بود که بعد اون که آتش رو خاموش میکردند و اولو در اونجا در جای دیگدان گرم میبود، مثل زمستان شما اونجا نشستید گرم پاهایتون در همون آتشدان و از بالا از تیرزه بالا برف میبارد. برف یعنی برف زنده سفید برف میبارد و انا همین ببینید در پایگاه مخصوص جای کرده که همین تگی همون تیریزه همین برف همینجا میشیند آب میشود و تگی زمین مخصوص جا کرده که تگی زمین پیش از ساختن خانه مخصوص برای آب یعنی مخصوص یک راهی می ساختند که بارون بارد بارون باید به خانه در آید آب به خانه می در آید و آب به واسطه بارون از آسمان یک چیز مقدس یا به شکل بارون یا با شکل برف می بارد به خانه می در آید و بغیر از اون که یعنی خانه رو نرم می کند یا نمی می آرد یا تازه می کند. یعنی این در فلسفه باباهای ما بود، اونا خودشون رو یک عضو طبیعت حساب می کردند و انا وقتی که برف می بارید با برف امکان می دادند که برف به خانه در آید. اکنون به هون
جوابی که به من برادر استینی گفت که فرشته در آمد، فرشته در این ستون است، یعنی به وقتی که شما به خانه می دروید و در خانه گون کس نیست سلام میکنید، یعنی شما با همون فرشته سلام علیک میکنید. فرشته ما اگر فرهنگی یوروپی رو ببینیم، فرشته یک این یک گویا چیزی که یک تیفلکی که قنات دارد و میپرد. فرشته از نقطه نظر ایرانیون این نیست. فرشته ای که تیفلکی سر دارد، قنات دارد و میپرد، نه. این از کلمه فر، فر. در دوره ممکن در یاد ندارن احمدیان داشتن یا نداشتن، لیکن ساسانیان انیق داشتند که در تنگه هایشان نور گرد و اطراف شاه ساسانی در تنگه های نقرگیشون، انا اونا فر را از این نقطه نظر نگاه میکردند. یعنی فر این یک چیزی است، یک نوری است، نور نانمایان، یک شعایی است که اون دیده نمیشود، یک انرژتیک، یک چیزی با قوتی است که او هم دیده نمیشود لیکن از پدر با پسر می گذارد. و وقتی که مثال یک شوی ساسانی وفات می کند، جایش را می تواند فقط پسرش که همون فر از طرف پدر گذشتگی با پسرش. انا اکنون گفتن لازم است که در خانه هم، در خانه این فرشته ای که در ستون اساسی خانه، این نامی معنی دارد که وای انمون فری که همون برکتی که از گذشتگان آمده است برای حیات اونهایی که امروز زندگی میکنند. در افسانه ها حکایه میکنند، در افسانه ها مثال تیفلک را مادر و گایش در خانه شاه وای وقتی که تولد شد وای خواستند او با پرتویند، کسی او را نجات داد. این تاریخ سیاووش هم به این رابطه دارد. و وقتی که شاه وفات کرد گفتند که پرنده پرواز میکند، آدمی زیاد جمع شدگی و این پرنده معیم میکند کی را باید شاه اعلان کنند. او میفراید و همون بچه ای که از اولاد شاه بود و یعنی همون شاه فری باباهایش، پدرش در جسمش، در دلش، در جگرش بود. همین چیزا خیلی و خیلی از نقطه نظری من و از خرسالی تا امروز، یعنی من، برای من همین چیزا خیلی و خیلی و مهم بودند. و فکر میکنم که در یوروپا وقتی که در قصر مخصوص و آتش زنده باقی موندگی، اینم آنامون از گذشته دور دور دور. برای من خیلی افسوس، خانه ها زیبا حالا در وطنم، لیکن آتشتون رفت است و از خانه او را پیش کردند و این خیلی
خیلی وزمین است برای فرهنگ گذشتگان. بیایید پیش از اون که ما دوام کمی دوام میتیم با یک پرچه دیگر رو نشون میتیم. این پرچه از این نامون جای خیلی مقدسی که من حساب میکنم حالا در خانه های امروزه نیست. من بازتکرار میکنم من طرفدار اون نیستم که پیشروی نشود. بگذار بیرون از خانه نان پزند خوراک پزند، لیکن یک جای باشد که آتش زنده کهی که لازم باشد او را توانند در خانه زنده کنند، انا همین خیلی جا باید باشد. اکنون دروشون من از شما خواهش میکنم، من میخوام اون فیلم فیلمچه دوم که این از منظر این فیلم رو من این پورچه رو من جمع نکردگی این رو آدمای دیگری که من اونا رو نمیشناسم اونا از فیلم هم که 40 سال 42 سال پیش گرفتگی بود، فیلم هنری، فیلم دکومنتالی نی، یعنی این در فیلم هنری مخصوص این نقش ها گرفته شدند، اونا را جمع کردگی و با سرودهای گوناگون یعنی آواز میتیان. من یکی از اونا را انتخاب کردم که امروز با شما نشون دیم. Balayı.
عشق از کجا من از کجا عشق از کجا خوش میکنم اون عکس خانه کونه یک لحظه اجازه بدید من از کجا عشق از کجا وقتی که خودشون میپرسند یعنی مهر عشق به حیات به انسان این آنها در خانه گرد اطراف آتشدان در همون جا پیدا میشود تولید میآید وقتی که ما نقشه ساختیم درباره صحبت امروزه سخن آمد که درباره دعوت بقا و دعوت فنا من نمیخوام درباره این چیزا طولانی گپ زنم اینو یعنی یک موضوع دیگری است لیکن اینا با موضوع امروز هم هماهنگی دارند از نقطه نظر اونی که این دعوت بقا و دعوت فنا از بس که تاریخ قدیمی دارند خیلی و خیلی قدیمی دارند پیش از اسلام و ممکن پیش از پیغمبر زردشتمون و علامتهای اونها یک قسم اونها با دین پیغمبر زردشت البته در اومد انا وقتی که ما گفته بودیم درباره فر و چرا ما باید این ستون رو سجده کنیم از بس که در این ستون فرشته است فرشته خود به خود با این ستون نمی دارد وقتی خانه رو ساختند خانه رو همه طرف ها یعنی تیار کردند و اونایی که برای اینا خانه ساخته شد باید درآیند در مرحله در همین روز باید یک کار کرداری شود که با اون فرشته یا با فر امکان تیاند با همون ستون درآید انا من فکر میکنم که دعوت بقا اولش وابستگی یعنی اساس آنمون اولی نخستین صحیفهش این وابسته بود با گذشتگان با ارواپرستی و با آنمون فرشته خانه میانه باید با ستون خانه داخل شود
ve mahsum marosimlo migurustan ve boyat jondora mikustan boyat mardum ro amsoya horo davat mikardan yani yak namune id ve kurboni hom boyat mishud dar arafa dar korke dora hemin dokhil shudani far ba sutun khona ana in baray az in noktaya nazar man fikri mikunam ki dar falsafai odami qadimi ravshinu toriki khubi badi ino boyad yak dar tarozumi budan va agar shmo davati bakoro avval va davati dumash ba'd az vafot in ro guftan dar kor ast ki odami qadimi boboy boboxoy mo qadim u qadim pesh az Ormuz ve Ahriman Khodoy zurtarin zurtarin in Khodoy Marg bud. Az Khodoy Marg imkoniyeti najot nabud. Va agar Khodoy Marg bakhona daromad va کسی رو انتخاب کرده او رو میگرفت یعنی این در سه روز باید آتش خاموش شود آتش خانه که سیایی که از مرگ آمد او باید پس شود ببینید سه روز باید این از ما سه روز و عجیبش که از روس ها هم در روسیه هم سه روز چرا؟ وقتی که به زبان شغلانی میگویند تری یعنی سیویی رواد سیویی به زبان شغلی امروز کلمه تری سیویی معنی دارد لیکن در قدیم دیگر معنی داشت این معنی از این کلمه تر حالا در انگلیسی مونده است تربل یعنی همین قدر که این همه چیز نیست و نابود کرده میتواند کلمه ترور این از نمین کلمه ای که در شغنی به معنی سیایی موندگی لیکن وقتی که میگویند که تری رواد حالا فکر میکنند که سیایی رواد حالا هم که معنی وای یعنی اون قوایی که از خدای مرگ آمده است اون رواد و ما باید باز یک مراسمی گذرانیم که این روشنی باید برگردد و چراغ رو در گیرانیم وقتی که در ادبیات و مقاله ها نوشتگی و کتابچه ها و کنفرانس ها میگن چراغ روشن این نادرست است چراغ روشن یعنی شما چراغی دارید لیکن او رو روشنتر میکنید این چراغ رو در میگیرونند از نو یعنی همه چیز رو بعد از مرگ یک نفر در این خانه بعد از اون که مرگ در اومده است باید این رو از نو دگرگون کنیم و باز روشن کنیم و تازه کنیم و هکذا هکذا یک چیز دیگر علاوگی هم در نوروز هم در این چراغ پزید یعنی چراغ دعوت هم در دعوت به قوام در اشتراک ارواگان ارواها اشتراک میکنند
نمیدونم در ایران ممکن در بعضی منطقه‌های ایران میدونند که وقتی که در نوروز خانه را میتکونند تکوندن خانه یعنی همین قدر او را تازه میکنند که گویا غبار یک چیزی نماند خانه را تکوندن و تازه کردن تا همه چیز و همه این برای ارواح اونها می بیایند ناراحت نشوند اونها می بینند که جایی که اونها در وقتش رفتند همش بجای است همش تازه است همش آباد است اونها باید خرسند شوند گفتند در کار که در مراسم خدیریان در نوروز ممکن بعد اگر کسی مثال در شغنان در بدرستان اینا همه فراموش کرده که خیال میکنند که خانه را تازه کردن از بس که یک روز نو میآید این از ترس ارواح اونا میتوانند بیایند و ناراحت شوند این خیلی خیلی وزنین من از خورسالی شنویدم که خدا زده باش ارواح زده ما باش یعنی مشت ارواح از مشت خدا میتواند درامش بیاید ارواح اگر ناراحت شود این بسیار و بسیار هم وزنین است و در برای من در مراسمی که یعنی دعوت بقای دعوت فنا اونجا هم خانه تازه کردن این یعنی هماهنگی دارد اون چیزی که در نوروز خانه را میتکنند عیناً همین خیل اینم موندگی از سجده ارواگان آخرین چیزی که من خواستم اضافه کنم در نوروزی که در بدخشان است ساعت‌های معین و روزهای معین یگان کس بیگانه باید ندارد به خانه یگان کس باید به خانه و همه میدونند که انا این 10 ساعت باید نه به حولی نه به خانه یکون کس ندارد سوال چرا در همین وقت ارواح ها آمدگی بیگانه ها باید اونا را ناراحت نکنند لیکن یعنی این کار میکنند لیکن نمیدانند چرا باز من با اسیتیا میخواهم از اسیتینو یک نقشه رو نشون دهم اونها هم عیناً همین دارند لیکن اونها میدانند که اوقات همه چیز رو که پختند این برای استقبال ارواح ها وقتی که همش تیار اونا تیرزه ها را میکشویند در را میکشویند همه از خانه میبرویند اونایی که در خانه هستند که در 15-20 دقیقه ارواح ها بیایند و سر میز بنشینند و وقتی که اونایی که هستند و زنده هستند میشینند با هم صحبت نمی کنند و همون خوراکخوری هاشم خیلی و خیلی نازکانه که یکان کس را تیله نتیاند انا در ما هم در انا این هم در نوروز در خدیریوم هم در دعوت بقوام در دعوت فنا خوراکی هست که باج نام دارد باج این گندم را آرد نکرده لیکن کمی اون را کنده کنده میکنند و خیلی و خیلی طولانی در همون خاکستری گرمی اینا 12 ساعت میپزند
وقتی اون رو میخورند یکون کسی با کسی گپ نمیزند اینا معنی دارد که انا باباهای ما ارواهای ما اومدگی و هم نشین هستند فکر میکنم که با همین من این حکایه خود رو با آخر میرسانم و من یعنی یک متخصص مخصوص نیستم لیکن همون چیزایی که در خردسالی دیدم از ظالم ها شنیدگی از موی سفید ها شنیدگی خواستم که امروز باوری دارم که اکثریت شما از این به منم خبر دار هستید لیکن اگر نشنیدگی باشید من خوشبختم هستم که این را تا به شما رساندم اگر یکان سوال هایی باشند یا اگر یکان کسی خواهد هم صحبت شد دیگر چیز در دست داریوش خیلی متشکرم. من سخنی که میخواستم از ابتدای برنامه خدمت شما بگویم را الان میگویم. اینی که ما این سخنان را به زبان و لهجه و گویش شیرین تاجیکی میشنویم برای ایرانی ها کمابیش امر غریبی است، به خاطر اینکه به رغم اینکه این همه ریشه های مشترک فکری، فرهنگی و زبانی و معرفتی داریم، فارسی زبان های مختلفی که در نقاط مختلف دنیا پراکندند، چه در افغانستان، تاجیکستان، ایران و نقاطی از چین و شمال پاکستان و اونهایی که خارج از این مناطق زندگی میکنن، کمتر با این گویش و با این زبان، با این لحن و با این آهنگ در تماس هستن. این فقط البته نکته لهجه و گویش نیست، الفاظ و کلماتی که به کار میروند شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که در منطقه پامیر بسیار دست نخورده تر و نابتر باقی مانده است تا زبانی که در کشورهای دیگری که چهارراه حوادث بودند و با اتفاقات دیگری در تماس بودند، و از این جهت برای ما بسیار مغتنم و ارزشمند است و مایه افتخار است که این سخنان را از زبان پیشکسوتی مثل استاد دولت میشنویم. سوال اول رو من اجازه میخوام خودم بپرسم و بعد اگر یک نفر دست بالا کرده بود و یک نفر در بخش پرسش و پاسخ سوال پرسیده که من میکروفون شما رو باز خواهم کرد. سوالی که من میخواستم بپرسم در حین صحبت شما مطرح نیست اما پیوند دارد به همین کلیت آداب و فرهنگ ملت تاجیک که من فکر میکنم در میان مردم بدخشان موسیقی نقش بسیار مهمی دارد. یعنی اما اینکه در این دوتا فیلم هم دیدیم در مقاطع مختلف این ساز حضور دارد، دف را داریم، دایره را داریم و رباب را داریم. این رباب پامیری، رباب بدخشانی گویا مثل تمام اجزای مثل چهارخانه تاجیکی که هر گوشه گوشه اینها یک رمزی، یک اسطوره، یک معنایی دارد، رباب تاجیکی هم گویا معنایی دارد. از شکل رباب تا اینی که چه ربطی دارد به آفرینش میخواستم اگر چیزی لازم است اضافه کنید به اینی که رباب رو چگونه میسازن، چگونه میتراشن و اصلا چه معنایی و چه رمزی دارد برای مردم بدخشان. اگر نکته‌ای درباره این اضافه بفرمایید خوشحال میشویم و بعد میرویم به سراغ پرسش پاسخ. این تشکر برای سوالتون درست است. این بیوسته رابطه دارد با اون موضوعی که ما شما امروز گفتو با هم صحبت شدیم. رباب این از خود به خود رباب چیز مقدس حساب می شود. یعنی اینم مقدسیش خود به خود پیدا نمی شود، او را اعلان نمی کنند که این رباب رباب مقدس است. وقتی که استاد معین کرد اون چوب را، یعنی از کدام درخت باید تنه رباب را می سازد،
همون وقت قربانی میکنند. قربانی میکنند یعنی یک گوسپند رو من برای اینکه مرا خوبتر بفهمید یعنی از بس که با رباب مدیخونی نام خداوند نام حضرت علی نام الله و محمد و یعنی این را یک چیز تصادفی باید نباشد. اونی که میتواند این آواز را دسترس کند به دیگران این یک باید یک چیزی باشد که او هم باید روحانی باشد و برای همین یعنی مرحله از پس مرحله وقتی که چوب را یعنی باید قربانی شود و من خودم در یاد دارم این از در اون چیزایی که درمون چی میگویند از زیل اونی که می نوازند مزراب رو امون با با بله سیم ساز سیم ساز سیم سیم رباب را زهر او سیم یعنی انمون سیم رباب باید سیم نباشد اون باید جاندار باشد از گوسپند یعنی همون گوسپند رو که میکشند و از چیوش سیم میسازند او رو باید پر قربانی کنند یعنی پزندو تقسیم کنند یا دیگر رو بیویند و اون رو بخورند یعنی این یک باید قربانی شود رباب خود به خود یعنی اینم یک آهنگی دارد از اون چیزی که من درباره فر گفته بودم یعنی رباب فقط رباب عموما دوست نمی داشتند اگر در مرحله روحانی سیتار را یا خیجک را همون چیزهایی که سیمشون متالی دارد اینا باید هیچ نباشند نای او هم باید نباشد فقط اونایی که تنبور رباب و دف اینا فکر میکنم که این صحیفه ها دیرتر آمدگی اون وقتی که از در دوره اون اسماعیل ها در ایران مشکلات داشتند صوفی ها مشکلات داشتند و اون اسماعیلی های و صوفی هایی که مجبور شدند از وطن بیرون روند آخرش کجا اونا می توانستند رفتن به طرف غرب راه نبود یعنی به شرق وقتی که به شرق می رفتند آخرش آخرین جایی که فارس زبان از فارسی بلد بودند ایران نجات این یعنی همین شغنان روشان و اشکاشون رو بخوند منجان من همون جاگیر می شدند این فلسفه های اون چیزایی که می خوانند مدیخانی از اون جمله رقص انا همون رقص این رقص صوفیانه است این خود به خود نیست در گذشته برای پیش از اون که ما گرمین زبقی بیکف یک هنرمند خیلی و خیلی همه طرف ها بلایوقت بود و از اون جمله اون رقص خوب بود هیچ وقت رقص نمی کرد اگر یک از درون یک وجودش با اگر نمی در آمد یعنی او الله امون آهنگی که حرکت باید وابسته باشد با همون فلسفه صوفیانه و از این نقطه نظر
Rabob خیلی مهم است. من راست بگویم که وقتی که بار نخست من مادیا خانی رو با اشتراک سیتور شنیدم گویی که کسی گرفت و تبرقت سری من رو زد. یعنی من خود به خود سیتور رو دوست می دارم. سیتور کسی سیتور رو نوازد. لیکن این بیرون از دین و مذهب و از مادیخونی انا این رو یعنی اون کلان ها در خورتصوره هم امی خیلی با مغزم در آوردگی با وجودم با رگ و پایم در آوردگی که من فقط رباب تامبور داف مادیخونی چونکه سیمی که از متال ساختگی جان ندارد و یا جاندار کردن غیر امکان است. اگر وای جان ندارد، روی ندارد و این نمیتواند اشتراک کند که در مرحله دین و مذهب و با نام خداوند و نام حضرت امام را به زبان بگیرند. انا نمیدونم توانستم با سوالتون جواب بدم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. من میکروفون خانم پریوش گوهری را باز میکنم که مستقیما سوالشون رو بپرسند. میکروفون شما باز است، اگر خودتون رو آن میوت کنید. بفرمایید. سلام استاد، شکر. صدا میاد؟ بله بله، صدا شما میاد. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد معلومات تازه مفید. ما خودمم از بدخشان هستم، از بدخشان افغانستان، و بسیار جالب بود این پریزنتیشن و این وبینار. من یک سوال داشتم در مورد بوند که میزنند در نوروز، سر دخانه بوند میزنند، کس که خانه داخل میاد نوروز. میشه در مورد فلسفه بوند زدن یا آرد زدن تشکر. اینم سوال خوب است. من گفته بودم که از اون جمله در روسیه نان پختگی را احترام میکنند. من گفتم که وقتی که باج را میپزند نه از آرد، از گندمی که کمی نرمه شدگی، لیکن او اولا یعنی زنده هست. انا از ارد این فرشته هایی که در هر یکی ما جای گرفتگی هستند، اینم نه اون فرشته هایی که من گفته بودم، فرشته های یوروپایی، آن همون فار یعنی با اونها قربانی، بون قربانی. یعنی وقتی که بون رو می اندازند، این یعنی خرسند کردن آن همون فار. شما جسم یک انسان رو میبینید، احترام میکنید، دوست میدارید. یکان کار بیشرفی که کرد بیرون از انتظام و بیرون از یک کار بدی که کرد یا یک چند کارهای بدی کرد، بعد در ما میگویند که من فلانی را طولانی ندیدم، لیکن حالا من اون رو دیدم، رنگ رویش بی فرشته یعنی امون فاره که ما میگوییم، این یک چیزی که از گذشتگان، از خداوند، از طبیعت، از یک علامت انسانی. اگر فار رفت، یک حیوان دوپا میماند. برای همین خیلی مهم است که هر یک انسان آن همون فاری که داشته است و بون
و مهم است که مثال بون رو مادر بزرگ در خانه به او فقط او میتواند این کار کند، هر کس نمیتواند بون زدن. وقتی که بون رو به ستون می اندازند، من در یک جا خونده بودم که به همه ستون ها می اندازند، این یک چیزی که نو، لیکن به ستون، به شاه ستون البته باید بون اندازند، این به همون فر خانه، به همون فرشته خانه. به دیوال ها اینا رمز یک یعنی حیوانات، این یعنی این سال با واسطه همون آرد، با واسطه همون بون زدن، امیدی که این حاصلش زیاد شود، زندگی روشن شود، سفید باشد، و با همین فکر و نظریات. لیکن حاضر توپی ها قطعی با آرد و بعد با دیوال می اندازند، در گذشته این کار را نمی کردن، توپی قطعی نمی کردن. لیکن مادر کلون من گفت که مادر کلون من مادر مادرم گفت که انا بدون خاله مویرمو این همسایه انامون خاله مویرمو یگانه کسی بود که با انگشتایش می توانست انامی خیل آرد را به دیوال پرتوید و اونجا از پنج انگشتش یک نقشه میماند. گفت که این آخرین آدم در خارق بود که همین کار را کرده میتواند. غیر از این در باره همون مادر مویرمو گفته بودند که این آخرین آدمی که همون دایره زدن، ربط دایره زدن را بهترین یعنی اون میدانست. انا در باره بون همین گپا، بون خیلی مهم است. این یعنی قربانی خدایی. خب نفر بعد ما آقای علی براتی، من باز کردم میکروفون شما رو، بفرمایید. سلام، صدای منو دارید؟ بله بله. سلام داریوش جان، سلام جناب دولت خدا نظر، ممنون از مطالبی که بیان فرمودین. من عیدم بهتون تبریک میگم، عید نوروز رو همچنین به همه دوستان. من سوالم یکیش در رابطه با همین خود این خونه های پامیری هست که خب برای من این سوال ایجاد شد که با توضیحاتی که شما فرمودین، که یکی این که آیا این خونه ها عمومیت داره، یعنی همه مردم از این خونه ها استفاده میکنن؟ اون چیزی که به نظرم رسید، خب منم تقریبا اینا رو نزدیک دیدم، ساخت همچین خونه‌ای باید هزینه های بالایی داشته باشه. آیا همه مردم همچین خونه‌ای می‌سازن یا نه بیشتر به قشر پولدار و مرفه در حال حاضر این خونه ها رو دارن؟ و یک سوال دیگه که در رابطه با این خونه‌ها برام ایجاد شد، خب باید خونه‌ها با توجه به اون فضا و محیط متناسب باشه، اینه که از اون سقف خونه، حالا فارغ از اون جنبه های آیینی و به قول معروف مذهبی که ساخت این خونه ها داشته، سقف خونه موقعی که باز باشه چطوری این خونه ها گرم می شده، مردم چجوری خودشون گرم می کردن؟ حالا در مثلا مناطق ایران قدیم، مناطق ایران هم یک سری خونه ها یک گوشه برحال بوده، یک اجاقی بوده و یک به قول معروف دودکشی بوده که این هوای خونه رو تهویه میکرده، مردم از کرسی استفاده میکردن و زیر کرسی میرفتن. آیا توی مناطق تاجیک هم به این شکل مردم خودشون گرم میکردن یا خونه ها رو به چه شکل گرم میکردن؟ و یکی دیگه اینه که من که پرسیدم، این علاوه بر این ستون هایی که خونه ها که به خیلی قبل از اسلام برمیگرده، در حال حاضر بر اساس باورهای مذهبی مردم اومدن به این پنج ستون رو به پنج تن هم منسوب کردن،
میخواستم در این رابطه هم اگر ممکنه یه مقداری توضیح بدین و بعد سوال آخرم حالا یه کمی شاید طولانی هم باشه اینه که چقدر حکومت شوروی تأثیرش بر این مراسم و آیین‌ها چقدر بوده، چقدر تونسته این مراسم رو به حاشیه ببره یا نه اصلا هیچ گونه تأثیری نداشته، مردم همینطوری تونستن این آیین‌ها و مراسمشون رو تا الان حفظ کنن. ممنون از شما. یکچند سوال بودند. من همون سوال آخرین در دوره شوروی وضعیت البته خیلی و خیلی هم مشکل بود در مسئله دین و گذراندن یعنی این مراسم و لیکن گفتن در کار است که با گذراندن خیدیرایوم یعنی نوروز این نفرایی که یعنی در مثال در بدخشان اونا هم کارمندان شوروی اونا دست نمی رساندند یعنی و مردم اساسا در خانه می گذراند، این یک ایدی در گذشتن ایدی خانوی بود، فقط آخرین مرحله‌اش جمع شدند. این را آنمون طوری گذراندن نوروز در روشن حالا هم مرحله آخرینش از کشورهای گوناگون با روشن جمع می شوند و اون را می گذرانند. با این کارمندان شوروی دست نمی رسوندند لیکن دعوت فنو البته و فکر میکنم دعوت بقو گم شد از بس که اون که این در تاثیر کنترل آنمون ایدئولوژیک کمونیستی بود یعنی به خدایی لیکن می ترسیدند فکر می کنم که از اون جمله حکومت شوروی در بدخشان می ترسید که با پورا یعنی قطیان دعوت یعنی همون چراغ در گروندن رو من کند، این رو نتوانستند یعنی می فهمیدند که اگر این کار کنند یکون چیز روی می تید و حتی همین خیلی مثال مردی کار میکند در کارمند نمایان شوروی است، پدرش وفات کرد، همه می دونستند که یعنی روز سیوم باید مراسم چراغ در گروندن رو گذراند. این نفر گویا که این را کار می فرستانند یک جای دیگری یعنی در شهر در یا در خارق یا در کشلاقش رو نیست رفت است، به اشتراکش اویلش دیگرها اشتراک میکنند، اونقدر آوازه هم نمی کنند لیکن مدای خوند از صبح از بیگه تا صبح هم نمی گذاراند، قربانی هم می گذاراند، همش رو می گذاراند و اگر وای رو بعد دعوت می کردن چرا رو تو رو گذاراندی وای می گفت من نمی دانستم، من آخه کار داشتم، دیگر جا بودم، ونج برفتم، قلعه خون برفتم، می سانم نمی خیل. لیکن نه فقط این مراسم رو من یاد دارم تخمین یک 45 سال پیش یک دوستم از من کلان سال من در همین وقت سال 72 در خورو او به من زنگ زد و گفت که امروز بگویی ما در خانه خیشویت فالون شوق جمع میشویم، خواهش میکنم که ممکن خودت هم بیای یک
من یک بار سرفهم شدم که یعنی این یک شب نشینی مدیخانی ساعت 11 شب خونه گرد و اطرافش خونه چوی دیگر یعنی یک آواز نمی بارید همه در آم حکم انا همین خیل ما دو کس و همون نفروی که در همون خونه زندگی می کردن خیش و تبارشون انا تا صبح مدیخانه رو گوش می کردیم انا می خیل اون نفری که با من تلفن کرد وای مقام وزیری داشت در دولت تاجیکستان اوید با سپورت و همین چیزا مقامش بلند بود اگر مثال یکون کس فوش میکرد وای از کار میگرفتند که یعنی خیلی مدیخانی و من هم در یاد دارم که چند بار من مدیخانی رو از کار میگرفتند من باز برایشون میرفتم جنجال میکردم یعنی مشکل بود دکتر داروجان شما یادم براستونه دیگر سوال ها چی خیلی بودند؟ سوال اول این بود که این خانه های پامیری انگار که هزینه بسیار دارد، این متعلق به طبقات مرفه تر جامعه بوده یا برای همه میسر است که همچی خانه هایی بسازند؟ گران در نمی آید، پرهزینه در نمی آید و این که در زمستان گرما را چگونه تأمین می کردن؟ باید خیلی سرد می بوده با اینی که سوراخی در سقف باشد و مردم تو خانه باشند، این سرما را چگونه تحمل می کردن؟ این خانه های امروزه اینا خانه های بایند، پول زیاد میتند. اون خانه هایی که در گذشته همون دادرم کشیدگی بود، اونها خانه های فقیرانه بودند یعنی. لیکن اون تیزه بالایی که هست و مخصوص یک تخته بود که می تراشیدند که او را محکم کردن از خانه ممکن بود محکم کردن. از همه عجیبش این که همین تریزه را می گویند روز، یعنی به زبان شغنانی آنون را روز می گویند روز. در دیگر منطقه‌های همسایه روزن می گویند. اما مخصوص چوبی در آزی داشت که با یک ریسمان ها بستگی بود با همون تخته که بابای او را پوشیده ممکن بود. اونا همین که خوب تراشیدگی بودند که اگر شما او را محکم کردید یکان شمال نمی آمد. هیزم بود در من یک 3 سال پیش با متخصص اقتصادیات و همون همیشه یعنی منم بسیار خواطر بودم که همین سرزمین همین زمین با کدام مقدار مردم برابر است برای زندگی. غیر امکان است که اگر زیاد از لازمی باشد بعد همه چیز خراب می شود. ما حساب کتاب کرده بودیم اما وقتا خیلی بر وقت 40 سال پیش با ما می گفتند که زیادش 70,000. البته اونجا اهالی از این زیاد خیلی زیادتر. سال 1902 قریب 120 سال پیش 120 سال پیش کل اهالی اسمالی نشین ولایت امروزه اسمالی نشین یعنی فقط اونهایی که از ساحل راست از طرف ساحل چپ افغانستانی از ساحل راست همگی 14,800 و چند یعنی 15,000 هم نبودند. در طول دوره سویتی مقدار اهالی همون
12 13 barabar ziyot şud yani Brahim'in in un çub un darakt un çizoyi ki dar Bengal obdan albatta muvafık nemiyon hala albatta roho soktagi baroy garm kardan yani am elektrik o ham diğer çizo muvafık mi oyand va anamin man yak 20 sol ba vatan naraftagi fikr mi kunam ki o zir khona ho khona khili zibo hastan lekin باز تکرار میکنم که برای من همه وقت از خردسالی مهم بود که رمز فرهنگ انا همون فر خانه این آتش باید در خانه اگر نی برای من این زبان انگلیسی فرمال دکوریشن یک سوال دیگر هم استاد دولت بود درباره این که این ستونهای خانه به پنج تن اهل بیت ارتباطی دارد رمز این هم هست اگر درباره این هم بگوید باید گفتن در کار است که دین اسماعیلی های شغنان و روشان و امون دیار بدخشان این خیلی و خیلی خوب پیچ و پیچ شدگی یعنی وقتی که میگویند که ناصر خسرو این دین را آورد و جاری کرد از نقطه نظر من این نادرست است ناصر خسرو اونجا آمد از برای همین که در اونجا اسماعیلی ها علیکه زندگی کرده بودند یعنی سوال اسماعیلی ها اولین اسماعیلی ها از کجا پیدا شدند؟ فکر میکنم که در دوره سامانیان وقتی که در سمرقند و بخارا در دوره نصر دو در اون وقتی که ابو عبدالله رو دکی و دقیق و اونا انا وقتی که مقابل اسماعیلی ها در میانه عصر ده سرزنش ها سر شدند و نابودی ها سر شدند یک گروه روی دیگر نیافتند فکر میکنم همونا آمدند و بار نخست انا همین بر جای شدنشون در شغنان و در بدخشان اونها بودند چرا من چنین فکر و نظری ها دارم فکر میکنم که مردم باباها مثلا مادر کلان من او آدمی بی سواد بود یعنی سواد نوشتن این چیزا نداشت لیکن احترام نسبت به زبان فارسی خیلی و خیلی بلند بود و دانشش در این مسئله همین قدر بلند بود که اگر با واسطه رادیو یکان کس نادرست یکان چیز را میخوند میگفت که این خطا کرد این بزرگان را خطا کرد سخنش این خیلی نبود این باید خیلی و خیلی کسی باید در گذشته کار زیاده میکرد که این را مستحکم میکرد در دوره سامانیان در هم وقتی که ابو عبدالله رودکی بزرگ زندگی میکرد در اون دوره زبان فارسی زبان دینی بود در سمرقند و بخارا زبان دین و به همین شکل و صفت این زبان آمد و بر جای شد برای همین وقتی که حالا مثال کلمه زبان عربی را در یکان کار کردار اسماعیلوی بدخشان استفاده می برند این کمی نراحاتی است چون که زبان این دوهایی که دو تراز تولونانی اونایی که زبانشون زبان مادرشون شغنانی اونا با زبان خیلی زیبای فارسی آفریدگی این چی گفتنی من می خواهم یعنی
مرحله از پس مرحله خیلی و خیلی مستحکم شد و اینا فلسفه اون نفرایی که اولین آمدند نبود که اون چیزی که تا ما بود اون را نیست کنیم. اونا همشون ایران پرست و فرهنگ ایرانیان برای اونا خیلی و خیلی مهم بود و اون چیزی که از پیغمبر زردشت تمام آمدگی بود برای اونا مهم بود. برای همین انهی یک چیز را به دیگری خوب با استوانه یکی ساختن این دین را مستحکم کرد و از این نقطه نظر اونایی که مثال باباهای من می گفتند این دین پنجتنی دین علی پرستی دین مولا پرستی این از گذشتگان از ارواحای ما آمده است و ارواحای ما خیلی و خیلی خود را بدبخت حساب میکنند اگر پای این دین در خانهشون سوس شود. ببینید یک چیزی که از قدیم و قدیم 3000 3500 سال این بزرگ کلون سال ها استفاده می بردن می گفتند که اگر شما این دین را مستحکم می کنید یعنی شما ارواگان را احترام می کنید و انا همین ستون های پنجتن همون ستون شخصیتن به نام محمد و دومش علی و اون دیگرش فاطمه و حسن و حسین. ولی این در دوره سویتی حتی در مقاله ها هم هست. محیدینوف نام یک عالم از طرف اشکوشن بود و در مقاله هاش این را اول سالای 70 چند نوشته بود که این در همون دوره این مقاله ها رو در تاجیکستان چاپ نمی کردن لیکن در مسکو در مجله ها اونا رو چاپ می کردن و گفتن در کار که مثال به خانه ما این حالا ستالین زنده بود یعنی همه کلانسول ها مادر بزرگم پدر بزرگم من خورسو بودم مادر بابایم حالا زنده بود یعنی همه اونا نماز میخوندن نماز خون بودن و باری ساعت 11 12 شب به خانه ما برادری آخرین پیر شغنان یکی از پیروی شغنان پیری که نمایان تر بود از دیگرها سید یوسف علی شو پسر سید فروخ شو انا همون برادرش پسر سید فروخ شو سید کاظم نام داشت انا همون سید کاظم تخمین سالای 50 یا 49 من خیلی خردسال بودم 5 ساله 6 ساله بودم خانه ما اومد و مادر بزرگمون همه ما رو در پایگاه صف یعنی یک قطار کردند و این چکمنش رو سید کاظم چکمنش رو کشد و اینجا عکس مولانا سلطان محمد شاه همین عکس اول هم در یاد هست. من باری طولانی در درگاه خداوند در کتابخانه‌شون مخصوص در آرخیو همون عکس را تا کوفته بودم. انا مولانا سلطان محمد شاه و هر یکی ما آمدیم و دریاب کردیم و سجده کردیم و همون عکس را یعنی این خانه رو
همین خیل استوگانه تمونستان کار کردن که این در چرچوبه فلسفه هم دین های گذشته اونا تمونستان تاکرسی شوند برای اسماعیلی پلستانی. خیلی و خیلی استوگانه. و گفتن در کار که همین مادیخونی و همه همین ها اینا در گذشته یعنی چیزایی بودند، لیکن اینها را با یک سطح دیگر برداشتند. این از اون جمله نفرایی که از ایران آمدند. من مثال هر یکی ما در شغنان و در همون روشان و در همون منطقه باباهایی داشتیم که اونا هم از طرف ایران امروز آمدگی. مثال برای خیشای مادری هم یک بابایی، یعنی اونقدر دور نیست، من هشتم نسل، هشت، این اونقدر دور نیست، یعنی هنمون نامش قاضی غلام توسی بود. او از یعنی جای تبالده شهر توس، اونجایی که فردوسی بزرگوار تولد شده گی. و او را قاضی مشهد و فرستادند، او قاضی مشهد در یک وقت بود و پسر او با یک گروه اسماعیلیان به طرف بدخشان آمدگی. من اگر پسرش یکم، من هشتم حساب می شوم. با روی خیشوی پدرم تخمین یا از مازندران یا از منطقه شمال ایران، از اونجا هم یک نام بابای در یک وقت آمدگی. یعنی نشانه های زیادی هستند که همش با این دینی که فکر میکنم 1100 سال در جایگیر شدگی خیلی و خیلی یعنی مستحکم. و در دوره سویتی باید بگوییم که ستونهای اساسی که دین را نجات دادن این دو چیزی بوده: چراغ درگیراندن، این مراسم خیلی و خیلی مهم بود برای امام شناسی، برای مستحکم کردن دین، چونکه در این شب طولانی تا صبح مدیخانی و حکایت درباره دینمون، درباره گذشتگان، درباره بزرگان اسماعیل، درباره امامانمون، این خیلی و خیلی یک درسای بزرگ بزرگ بود. حالا اون طوری که امروز میگذرانند، این یک ده برابر صفتش و چی هست پستر است، چونکه دین الله آزاد است. و لیکن در دوره سویتی خیلی و خیلی اونایی که مدیمی خوندند، مدداخون ها، اونها با خلیفه ها خیلی و خیلی کار بزرگ کردند. و من خیلی و خیلی ناراحت هستم و با همدیارانم میگویم که نامایشون باید همه در کتاب ها باید نام ها را نامای مدیخون و خلیفه های خیلی و خیلی کار در دوره سویتی خیلی خیلی کار بزرگی کردن که دین از بین نرود. چونکه اگر ما به دین و به ایمان، ما به ایمان، یعنی اینا معنی میتید که ما یعنی فقط جسم ایمانیم و همون بایگری که در هر که ما داریم او از ما گم میشود. بسیار ممنون. نفر بعد ما در صف آقای عبدالمحمد الالیف. من میکروفون شما رو باز میکنم آقای عبدالمحمد. تشکری بسیار برادر عزیز و گرامی داروجان، همکار و برادر.
و خیلی ممنون از آن که شما امروز یک برنامه دایر کردید که در استادی بسیار عزیز و گرامی قدر ما دولت خودنظر شرکت می‌ورزد و ما برای همه برادرای و خواهرایی که امروز از دیگر منطقه‌های ایرانی نژاد هستند از ایران و افغانستان که استاد خودنظر یک مردی خیلی بزرگ و دانشمند در تاجیکستان و بیرون از او در امروز در روسیه هستند و ایشون براستی یک گنجینه زنده، یک خزینه زنده فرهنگی مردمی بدخشان هستند و هر لحظه که من به سخنان استاد بزرگوار گوش میکنم به خاطر من همه امود دوران کودکی و ایام زندگی که در بدخشان بود به یاد میآیند و این نفرای هستند که اینا زنده دارای سنت و فرهنگ مردم بدخشان هستند و تشکر دارو جان برای شما که یک پلتفرم را ایجاد کردید که امروز استاد بزرگ ما برای برادرای پارسی زبان ما چنین یک صحبت را دایر کردید که درباره مردمای شرقی ایرانی از قبیل مردم شغنان و وخان و روشان و اشکاشیم و دیگر جا صحبت کردند که این البته برای بسیار بیشتر برادرای ما یک چیزی ممکن نو بود، برای دیگراش ممکن چیزی چندان نو نبود، لیکن هر دفعه که به سخنای استاد بزرگوار دولت گوش میکنیم یک خودش یک معرفت، یک دانش، یک خزانه است و از این خاطر من دارو جان براتون بسیار متشکرم برای خاطر که کار انجام دادید و این البته در خزانه ما مردم ایرانی نژاد بخصوص مردم های شرقی ایرانی باقی میموند که این صحبت را دایر کردیم. خب من البته سوال ندارم، تنها همی را میخواستم گفتن، همی یک کومنت یعنی بود که میخواستم کردن در این موضوع و البته با او دیگر صحبت هایی که شما پیشتر هم دایر کردید دارو جان در این مسائل امروز یک است که از بلجه شیرین تاجیکی پارسی صحبت کردن و مطمئنم که بسیار برادرای ما این گوش کردن، البته بسیارشون درک کردن که لهجه است که بار اول در سمرقند و بخارا پیدا شده بود و بعدتر به دیگر منطقه کشور، یعنی از زبانی نو ایرانی، زبانی نو پارسی از بعد پهلوی پیدا شده بود. خب استاد بزرگوار ما خدا نظر امروز چیزا رو برام بازم یک بار که آشکار کرد و یک چیز استاد بزرگوار ما قید کردن که در همو آتشدان ما و دیگدان ما که اوجو از اوجو ما وقتی سفر میریم یا که یک جو میایم اونا زیارت میکنیم، بوسه میکنیم، از خاکستری و در پای خون میمونیم که بازم خداوند ما رو به اون مکان برسونه. البته استاد یک چیزی عذر تصوف کردن که مثال امروز در بسیار جا نمود است که من استاد میتونم مطمئن کردن که در بسیار گوشه های بدخشان در بخصوص در دیات، در دیات بدخشان همین خانه هنوز هم باقی هن، مردم هنوز هم از استفاده میکنن، اما دود و آتشه که امروز هست امروز هم اونا جاری هستن. برای استاد بزرگوار من استاد بسیار حرمت و احترام دارم، برای دانششون، برای مهر و محبت شون نسبت بدخشان، نه من اصلا بدخشان، نسبت تمام فرهنگ پارسی زبان دنیا انا سلامت باشند و دارو جان شما را بار دیگر تشکر، بسیار تشکر و سپاس بی اندازه که همی صحبت دایر کردید، خدا نگهبان شما باشد. خیلی ممنونم استاد عبدالمحمد، این سپاس رو باید از استاد دولت کرد که پذیرفتن امروز در جمع ما باشند، خیلی متشکرم، ممنون. سوال دیگری گویا نیست اینجا، من فکر میکنم که اگر دیگر سوالی نیست من سخن آخر رو واگذار کنم به استاد دولت، اگر نکته نهایی میخواهند بگویند که بعد از اون خداحافظی کنیم مثلا بگیم. استاد دولت میخوام تشکر بگویم برای همه شمایون و اون چیزی که من با شما گفتم از اون جمله درباره آتش و درباره دین و مذهب ما، یعنی چندی که ما توانیم
هر یکی ما توانیم. میدونید وقتی که نفری ما من اسماعیل هستم، من فلان هستم، من این خیلی و خیلی، این یک گپ. در اصل باید ممکن گپ کمتر شود و هر یک پیشنهاد و هر یک فکر و نظریت حضرت حاضر امام را هر یکی ما در کار کردار خودمون اجرا کنیم. هر یک امام او راه‌های گوناگون در دورش برای مریدایش را میکوبد که اونا را همه طرف ها مستحکم کند. امام امروزه ما، امام بزرگوار، بزرگوار و هر یک سخنش را ما باید شنویم، در قبول کنیم و با فکر و نظریات و حرکت خود با کار کردار خود در حیات خود اجرا کنیم و نسل نوروز او را رسانیم. انا این خواهش اساسی من اون است که از یک طرف یعنی اما طرف ها دین و مذهب خود را باید مستحکم کنیم، لیکن برای دین او حرکت کند باید با فرهنگ پیوسته باشد. آب و غذا برای دین این از فرهنگ می آید و این هماهنگی خیلی و خیلی مهم است و اون صحبتهایی که ما امروز گذراندیم نشانه می دهد که مثال در گذشته کن توانستن در بدخشان اون گذشته را نیست نکنند و یکی را با دیگر استاگانه پیچا پیچ کنند و نه فرهنگشان را گم کنند و دیگر گم کنند و هم دین را، دین بزرگوار پنجتنی خود را گم نکنیم. و همه شما تشکر، روزتان نیک بود، در کار کردارتان خوشبخت باشید، نزدیکانتان هر روز شما را خرسند کنند. خیلی متشکرم استاد دولت. من در نهایت اضافه کنم که این فایل ویدیویی این برنامه در یوتیوب هم در دسترس خواهد بود. آنها که در فیسبوک دنبال میکنن برنامه رو آنجا هم میتوانن ببینن و لینک ویدیوی این در دسترس خواهد بود. و خیلی سپاسگزارم از همگی شما که امروز با ما بودید. از استاد دولت هم دوباره تشکر میکنم. وقت همگی شما خوش. به امید دیدار. خداحافظ همگی.